نمیشه، نمیتونی، بیخیال شو، بهت نمیخوره، بچه ای اندوز. سلام، من محمد رستمی هستم. کسی رو نمیشناسم که این حرفا رو بهم نگفته باشه، یا حتی کسی رو نمیشناسم که واسه موفق نشدنم تلاش نکرده باشه. بی پولی ها، بند په خیلی ها، باور نداشتن ها توسط خانواده و قبول نداشتن هاشون، نتیجه شد یه مدرک خط خورده با نمره خیلی پایین که تنها دلیلش اینه که از کار طرف ایراد میگرفتم و آخر سرم من مقصر شدم. البته مدرکش هم اصل نبود. اینا فقط بخشی از زمین خوردن هم بود که البته بخش بزرگی هم بود. 18 سال از زندگی ما با حرف بقیه گذروندم. با پای چپ برو مستر و اونجوری آب نخور، با بهترین دوستت نیاد مستقیم از مدرسه بیا خونه، فیلم نبین، فقط درس بخون، واسه کنکور بخون، واسه دانشگاه بخون، تمرین نکن، سینما نرو، این لباس رو نپوش. همینجا یه پرانتز، طرف اصلا نمیدونه سینما رو با کدوم سه می نویسن. مثل بچه های هنر نباش، تئاتری نباش، خودت نباش، ادا در نیار، داد نزن، آبرومون میره. بگذاریم، اگه بخوام بگم فیلم بلند میشه. اینا هم بخش از زمین خوردن هم بود که باز شد به شغل ناشریف بازیگر بیکار وارد شم. یه بار که داشتم به دیوارم نگاه میکردم، ناگهان تصمیم گرفتم متواضع‌ترین سریال کمدی ایران رو بنویسم. پس یه جمله هم بهش اضافه کردم و به کل درس و کنکور رو گذاشتم کنار و شروع کردم به نوشتن. تو کمتر از یه هفته 3 قسمت نوشتم، چون انگیزه داشتم و اولین کسی که باور داشتم بهم جواب میده و موافقت میکنه پیام دادم و بعد چند روز بدون خوندن حتی یه خط جواب رد داد. ناراحت شدم ولی کم نیاوردم، هم تا بهش پیام دادم و پیام دادم و پیام دادم تا جایی که دیگه حتی پیامم هم نمیکند. خیلی ناراحت شدم، حوصله کسی رو نداشتم، به پیام کسی جواب نمیدادم. افسردگی دوباره بهم سلام کرد ولی باز به نوشتن ادامه دادم. به چند نفر دیگه پیام دادم و باز هم بی‌جواب. کارم به روانشناس و قرصای نخریده کشید. ولی یهو به خودم گفتم لعنتی، فقط یه نفر نیست که میتونی باهاش کار کنی. پس شروع کردم به ایمیل و دایرکت دادن و باز هم بی‌جوابی. افسردگی برای چند نایم بار با هم هم‌اتاق شد. دیگه هیچ انگیزه ای نداشتم. صبح فقط واسه صبحونه بیدار می‌شدم و بعد تا ظهر می‌خوابیدم. خانواده به هم میگفتن به حرف دکترت گوش کن، فقط درس بخون، فیلم نبین، کار نکن و به یه زندگی بی خود و بی هدف برس. ولی تنها چیزی که آرومم میکنه فیلم دیدن و گهگاه سیگاره به دور از چشم خانواده. دوباره به دیوارم خیره شدم، دیواری که روش هم حرفای خوب و هم حرفای بد و هم قوانینم بنوشتم. حرفای خوبی مثل اینجا که میتونم انجامش بدم تا بعد من رو تو تاج پادشاهی ببینی، یه حرفای بد مثل اینجا که به فنا رفتی، کسی رو نداری، و قوانینی مثل اینجا که نوشتم تا قبل از ساخت سریالت عاشق نشم چون کن نمیکنم یا هرگز تسلیم نشم. ولی همیشه قوانین خوب نیستن، مثل اینجا که تا 1405 یعنی 25 سالگی اگه نتونستم کاری کنم باید انگشتم رو قطع کنم. اسم این انگشتم رو گذاشتم مهدی، هم اسم کاراکترم تو سریالم، چون وقتی اون مهدی بره مهد کوچولو هم از دست میره. اینم قراره یه زمین خوردن خیلی بزرگ باشه که تمام تلاشم میکنم که زمین نخورم. قبلا گفتم باور نداشتن خانواده به هم و یه کلاس مزخرف یه زمین خوردگی خیلی بزرگ بود، ولی بزرگترینش هنوز مونده. سربازی، دوران اجباری برای پسر که قاتل استعداد و عمر و زندگی پسر است و بیشتر ترسم اینه که تا قبل از اینکه دفترچه پر کنم کسی بهم جواب نده. ولی این ترس رو نگه داشتم و با حرف اونا که فکر میکنن این سریال کار اولمه با همون کارهای قبلی با هم دیگه بسوزونم. پس دوباره نوشتم و پاک کردم و نوشتم و به خودم گفتم همینطور ایمیل رو دایرکت میدادم.